ما در مورد لطم هایپوتالاموس صحبت کردیم و ساختاره که تو لطم هایپوتالاموس بود هسته پروپتیک بود و لطم هایپوتالاموس هسته پروپتیک ترشح دی ان آرش میکرد که باز که توی روزی قدامی یه لچه دستر بسید لطم هایپوتالاموس هم که ارتباط عجیبی با سمپاتیک داشت مرکز چی بود؟ گروسی. حالا میخواییم بیاریم در مورد مدیال ها صحبت کنیم، هسته هایی که تو مدیال وجود داره. مدیال ها به چهار ناحیه تقسیم میکنن، ناحیه پروپتیک، ناحیه سوپرا اپتیک، توبر ریژیون، ناحیه توکمه و همچنین مامالی ممیلری ریژیون. اول اینا رو بکشم ببینیم چیه، بعد با هم صحبت میکنیم. خب ما اینجا ساختاری که میخواییم بکشیم، اول ساختاری میکشیم اینجا رو درسته؟ خدمت شما عرض کنم که ما میداری بادی و بعد خدمت شما عرض کنم که مغز میانی و پل مغز. درسته؟ الان من نمیدونم حالا متوجه داستان به چه صورت هست یا نه. اول اینجا بکشم تا متوجه بشم. اینجا یک چشم هست، اینجا قرنیه فردی هست. درسته خدمت کیاسمای اپتیک. سالی کیاسمای اپتیک هست که داریم میبینیم. کیاسمای اپتیک رو با هم میبینیم. اگر توجه کنید از جلو به عقب، از جلو به عقب تو قسمت مدیال من نشون دادم. قسمت مدیال رو نشون دادم. اینجا میشه چی؟ اینجا میشه قسمت شما رو سنم که مغز میاد. از جلو به عقب. نواحی که وجود دارد، نواحی که وجود دارد، این جلو، این جلو، این ناحیه کوچیکی که این جلو هست، این ناحیه کوچیکی این جلو هست، بهش میگن ناحیه چی؟ پر اپتیک ایریا، ناحیه پر اپتیک این جلو. این به چهار ناحیه تقسیم شد. یه ناحیه اینجا، ناحیه پر اپتیک، بعد ناحیه‌ای که بالای کیاسمای اپتیک وجود دارد، بهش ناحیه سوپرا اپتیک، و بعد ناحیه‌ای که بالای این توبر سینیروم وجود داره بهش میگن توبر ایریا، و بعد ناحیه بعدی که بهش میگن ممیلری ایریا. این نواحی که وجود دارد به این صورت، این ناحیه رو میگن چی؟ ناحیه پر اپتیک ایریا. اینجا رو چی میگن؟ سوپرا، چون بالای چیه؟ کیاسمای اپتیک است. سوپرا اپتیک ایریا. اینجا رو میگن چی؟ توبر ایریا. و بعد اینجا میگن چی؟ ممیلری ایریا. هر کدوم از اینا هسته های مختص خودشونو دارن، هر کدوم از این نواحی هسته های مختص خودشونو دارن که دونه دونه میایم با هم صحبت میکنیم و در مورد این هسته ها با هم بحث میکنیم که چه هسته های وجود دارن، چه هسته های وجود دارن. اول ناحیه پر اپتیک، اول ناحیه پر اپتیک. اولین هسته ای که تو ناحیه پراپتیک هست، ادامه هسته پراپتیک چیه؟ لترال هایپوتالاموس هست. گفتم لترال هایپوتالاموس یه قسمت از هسته توی کجاست؟ لترال. یه قسمتش کجاست؟ توی این ناحیه هست. بهش میگن چی؟ پر اپتیک نوکلئوس. عملکردش چی بود؟ ترشح جی ان آر اچ. ترشح چی بود؟ جی ان آر اچ. جنریشن یعنی گونادوتروپین، گونادوتروپین ریلایز هورمون، هورمون آزاد کننده گونادوتروپین. گونادوتروپین ها چی میدن تو میزوپودامین؟ ترشح میشه و اونو کنترل میکنن. این اولی هستی هست که بهشون هستی پر اپتیک که توی این ناحیه وجود داره. خب اما این هستی هست که توی ناحیه پر اپتیک وجود داره به ادامه هستی لترال هست. اصلا به خاطر همین میگن هستی پر اپتیک، چون تو ناحیه چیه؟ پرو اپتیک.
اما هسته هایی که وجود دارن، هسته هایی که وجود دارن توی ناحیه سوپرا اپتیک، چون اینجا بالای کیاسما اپتیک است، بهش میگن ناحیه سوپرا اپتیک. اولین هسته که فوق العاده هسته مهمی است بهش میگن هسته سوپرا کیاسماتیک، دقیقاً بلافاصله بالای کیاسما. بالای چی؟ کیاسما اپتیک. یه هسته ایش بهش میگن هسته سوپرا کیاسماتیک. هسته سوپرا کیاسماتیک خیلی جالبه، ساعت بیولوژیک بدن هست. ساعت چی؟ بیولوژیک بدن هست. ساعت بیولوژیک بدن هست. کارش چیه؟ کارش اینه کنترل کردن سیرک میدین ریتم. یعنی چی؟ اون خدمت شما عرض کنم چرخه های شبانه روزی یا ساعت بیولوژیک بدن. ببین تنظیم، مثلا من تنظیم شده خودم به شخص ساعت 9 شب میخوابم. 9 که میشه، حالا روز خوابیده شده نمیشم، احساس چی به من دست میده؟ خواب ساعت بیولوژیکه. یه نفرم ساعت 2 شب نمیخوام. مثلا اینکه چگونه پرندگان میفهمن، حتی فقط برای روزا هم نیست، برای فصول هم هست. یعنی شما بدنتون توی فصول مختلف بیولوژی که داره با هم متفاوته. پاییز، زمستان، تابستان با هم فرق. چجوری میتونه فصول رو تشخیص بده؟ ببین چگونه یک پرنده از طریق هسته سوپرا کیاسماتیک بهش میگه هسته چی؟ سوپرا کیاسماتیک. چگونه میتونه تشخیص بده یه پرنده مثلا بهار تخم بزنه؟ در تو آفرین، توی فصول مختلف این نسبت شب و روز با هم چی متفاوت میشه. این هسته دیدن ارتباطات عجیبی با چی داره؟ کیاسمای اپتیک. یعنی کیاسمای اپتیک وقتی نور وارد میشه از طریق این، به خاطر همین اگر توجه کنید مخصوصا برای خانوها، آقایان هستن، برای خانوها وقتی مثلا از یک خدمت شما عرض کنم که قطب زمین مثلا از اینجا سفر کنم برن ژاپن، تمام چرخه های ماینه همشون به هم میخوره. به خاطر چی؟ به خاطر تأثیری که هسته سوپرا کیاسماتیک وجود داره، تمام تنظیم ها به هم میخوره. FSH و LH اینجا چی هم؟ نه همشون با هم در ارتباط هم. ببین ما هسته های هایپوتالاموسی که میگیم اینا واقعا جدا کردن اینا اصلا کار سختیه. بسی هسته چیه سوپرا؟ کیاسماتیک هستی که وجود داره، در حتی ارتباطاتی که هست اینجا وجود داره، این هسته ارتباطات عجیبی از اینجا داره با هسته های چیه خدمت پینال بادی. اینجا محل قرارگیری چیه؟ تالاموس میشه دیگه. پشت تالاموس اگه دارد باشیم پشت تالاموس برد نصفون یک خدمت شما رو ارز کنیم که قده ای داشتیم اسمش چی بود؟ پینال بادی. ترشوه چی میکرد؟ ملاتونین، هورمون دارکنس، هورمون تاریکی. از طریق ارتباطات عجیبی که با این هسته داره اینو کنترل میکنه. البته خیلی پیچیده است. آره سوال داره. میشه ارتباط داره. بله 100% خیلی جالبه ارتباط داره. با بقیه هسته ها ارتباط داره. با هسته های پروپتیک و هم هسته های خدمت شما عرض کنم که آرکوئت که باعث تنظیم ترشح هیپوفیزوگودامی میشن از جمله FSH ترش ارتباط دارد. به خاطر همینه که شما از یک ناحیه‌ای که مثلا اینجا الان ما فکر می‌کنم الان مثلا استرالینا باید بهار باشه دیگه، تابستون اونجا هست، بهار یا تابستون اونجا چیه؟ آره دیگه پاییز میشه چی؟ بهار. اونجا که برن کل این چرخ‌ها چی میشه؟ به هم می‌خوره و دچار مشکل میشن. خب این اولی هستی که ما با هم صحبت. دومین هسته که بالا این وجود داره بهش میگن آنتریور تالامیک. یک هسته ای هست بالا به نام آنتریوتالامیک. من اسمشو میذارم کولر بیولوژیک بدن. هسته ای است که از گرم شدن بیش از حد بدن جلوگیری میکنه. رو سمت خودش یه سری رسپتورها دارد برای چی؟ گرما، برای حرارت. درسته؟ کولر گازی اینجا بکشیم. کولرگازی بهش میگن آنتریور هایپوتالامیک. گفتم تالامیک اشتباه گفتم، آنتریور هایپوتالامیک، هسته قدامی هایپوتالاموس. از چه طریق این کار انجام میده؟ کلا خنک شدن دو تا مکانیزم بیشتر نداره. یک، از طریق ترشح عرق تحریک
قدر عرق تو بدن ترشح، دوم از طریق دیلاته کردن عروق محیطی. دیلاته کردن عروق محیطی اینا تو قسمت آنتریور وجود دارن. آنتریور مثلا پاراسمپاتیک یا سمپاتیکه؟ پاراسمپاتیک واسه چی میشه؟ دیلاته شدن عروق میشه. سمپاتیک چی میشه؟ دقیقا ببین با هم چی؟ گفتن نه اصلا نه ببین نوعی از فعالیت سمپاتیک هم میشه دیگه، درسته؟ وقتی داریم میگیم سمپاتیک همه این ساختار رو میگیم. جالب طبعا با همین هسته؟ بله 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 طبعا با همین هسته. بله بله اونم کنترل بالا رفتن تب. یعنی چی؟ بالا رفتن حرارت بدن. بالا رفتن حرارت بدن چی میکنه؟ دمای بدن چی میشه؟ زیاد میشه. دمای بدن زیاد میشه به خاطر چیه؟ عروق محیطی چی میشن؟ دیلاته میشن، خونرسانیش زیاد میشه. شما زیاد عرق میکنه برای چی؟ به قدرت عرق اجازه میده از طریق عرق کردن باعث میشه حرارت از دست بدهی. یه جورایی این چیه؟ این یه نوع ترموستات بدن. یعنی یه جور داریم بگیم این هسته ترموستات بدن هست. وقتی دما از یه حدی بره بالا باشه، اگر این هسته آسیب ببینه که تو بعضی از افراد حساب میشه، اینا دچار هایپرترمی های متعدد میشن و حتی باعث مرگشون میشه. این کنترل نشه تب فوق‌العاده خطرناک. حرارت کنترل نمیشه و حتی اگر کنترل نشه باعث چی میشه؟ آسیب میشن. هسته بعدی هسته ای است به نام هسته سوپرا اپتیک. دو تا هسته دیگه اینجا وجود داره. یه هسته پایینه به نام سوپرا اپتیک، با مشکی بکشم، این هسته سوپرا اپتیک است. هسته سوپرا اپتیک است، سوپرا اپتیک نوکلوس. یه هسته بالاتر هست، یه هسته بالاتر هست، همون با همین میشه. به هسته پاراونتریکولار. پاراونتریکولار اطراف بطنی. پارا ونتریکولار. نه چرا بخاطر اینکه میگن اینا رو اطراف بطنی، اینا رو نیم خاطر چی میگن اطراف بطنی؟ نگاه کن. اینجا میشه چی؟ بطن سوم. ما داریم در مورد هسته‌های چی صحبت میکنیم؟ مدیال دیگه. هسته‌های چی؟ مدیال. این هسته‌ها، این هسته‌های پاراونتریکولار دقیقاً کجا هست؟ اینجا. قسمت اینجا. در اینجا میگم پاراونتریکولار. هسته‌های سوپراوتیک ترشح ADH میکنه؟ ترشح چی؟ ADH. میگم چی؟ هسته‌های پاراونتریکولار ترشح اکسیتوسین میکنن؟ اکسیتوسین. میگم الان اینا چیه؟ این هسته‌ها حاوی نورون هایی هستن، حاوی نورون هایی هستن که اکسون این نورون ها، که اکسون این نورون ها اینجا اگر هسته این نورون ها باشه، اکسون این نورون ها میاد تو کجا؟ تو هیپوفیز خلفی. هستشون اونجاست، پریکاریونشون اونجاست، جسم سلولیشون اونجاست، ولی اکسونشون میاد کجا ختم میشه؟ هیپوفیز خلفی. هر دو تاشون، همین پایینی همچی بالایی پاراونتریکولار. این هم به همین صورت میاد ترشحاتش کجا ترشح میشه؟ هیپوفیز خلفی. شما میدونید هیپوفیز خلفی از هیپوفیز گدامی هم منشأ جنینشون متفاوته، همچی عملکرد. هیپوفیز خلفی ترشح ندارد، خودش ترشح نداره. ترشح داره ادامه، ولی ترشحش اینجا ساخته میشه، میاد اینجا چی؟ انباشته میشه در مواقع مورد نیاز. خب این سوپرا اپتیک نوکلوس ها خیلی اسمو رسپتور هستن، رسپتورهای آبی دارن. رسپتورها برای چی؟ آب دارن. اسمو رسپتور داره رو سمتشون، این سری اسمو رسپتور داره. یعنی چی اسمو رسپتورها؟ در مواقعی که غلظت خون میره بالا، غلظت خون میره بالا، اینا ترشح چی میکنن؟ ADH میکنن. ADH ها میرن کلیه. اینجا اگر کلیه باشه، اینجا اگر کلیه باشه، ما داخل کلیه ها چی داریم؟ نفرون ها دیگه. نفرون ها به این صورت بودن، یه دورای پشته نزدیک داشتن او سنده و بعد چی دورای پشته دور و بعد چی مجاری جمع کننده. این به این صورت بودن دیگه. توی سلول های لوله پیشته دور و همچنین سلول هایی که تو مجاری جمع کننده هستن، این ADH ها، ADH که ترشح میشه
رو اونها تأثیر میذارن و باعث چی میشه؟ بازجذب آب میشه. میزان ادرار چی میکنن؟ و میزان حجم خونه چی کار میکنن؟ زیاد میکنن و به این طریق میتونن این مشکل ایجاد کنن. اگر آسیب به این هست، به اینا در نتیجه به اینا یه چیز هم میگن، البته فقط تاثیرشون اینجا نیست، به این هورمون ADH، هورمون وازوپرسین هم بهش میگن. وازوپرسین باعث چی میشه؟ دیلات شدن عروق و از این طریق خدمت شما عرض کنم که فشار خون رو کنترل میکنن. اوکی؟ مشکلی برای هستی سوپرا اپتیک نوکلوس ایجاد بشود باعث یه نوع دیابتی میشود به نام دیابت بیمزه. فقط دیابت میلیتوس با خدمت ملیتوس، خدمت دیابت ملیتوس چیه؟ دقیقا چون شباهتش به اونه اصلا ربطی به گلوکوز نداره، چون تو هر دوتاشون گلوکوز هم یکی از علائمش چیه؟ پرادرالی است. دقیقا مشکلی که ایجاد میشود ADH ترشح نمیشود، بلکه یه تأثیر نمیذاره تمام خدمت شما هست. آبی که وارد میشه چی میشه؟ دفع میشه، بهش میگن دیابت بیمزه یا دیابت انسیدیدوس. دیابت با ملیتوس فرق میکنه، دیابت ملیتوس با هم متفاوت هستن. بس این هسته چی شد؟ سوپرا اپتیک. اما هسته پاراونتریکولا ترشح اکسیتوسین رو برام داده. اکسیتوسین دوتا عمل کرده، یک باعث ترشح شیر میشود، باعث چی؟ ترشح شیر میشه. به چه صورت؟ نها کنید اگر برست باشه زمان خدمت شما ارز کنم بارداری، توی این برست درسته خدمت شما یه سری مجاری شیری وجود دارن، این مجاری شیری هستن، این ها قدرت ترشح کننده شیر، درسته؟ اطراف این قدرت یه سری عضلات صاف وجود داره، این عضلات صافی هست که اطراف قدرت درسته؟ عضلات این عضلات صاف تو سند خودشون چی وجود داره؟ رسپتور برای چی؟ اکسیتوسین. وقتی اکسیتوسین ترشح میشه اینا چیکار میکنن؟ باعث تخلیه شیر میشن. ساخت شیر توسط چیه؟ پرولاکتینه، با این متفاوت. دوم روی عضلات خدمت شما عرض کنم که رحم، رو عضلات اونجا هم رسپتور وجود داره برای اکسیتوسین. در نتیجه توی خدمت شما عرض کنم که فرایند زایمان باعث میشه، وقتی میزان اکسیتوسین باعث میشه، باعث انقباض عضلات دیواره رحم میشه، باعث میشه تو تسهیل چی؟ زایمان اتفاق بیفته. به خاطر همین نگم شما شاید اینو دیده باشید یا شنیده باشید، مادری که فرزندی داره و شیردهی داره، اگر من این دیدم خدمت شما عزیزم، بعد اون یارو بود که میگه اون زندان ها یا یه بلایی سر می آورد، ما می آوردن یا ما می کشتن، قصد به عبته ما رو کشتن. خب یا ببرش یه کشتن. حالا اینو خواستم میگم، مادری که شیردهی داره، خب اگر صدای فرزند رو بشنوه، گریه فرزند رو بشنوه، داره گریه میکنه، شیر از پستانش میاد. اگر به خاطر چی هست؟ آفرین. سیستم تحریک، گفتم این خدمت شما هسته ها فوق العاده با هم خدمت شما هستن در ارتباط هستن. وقتی مادر صدای بچه رو که میشنوه، کدوم سیستمش داره؟ سیستم لیمبیکه، سیستم عواطفش تحریک میشه. وقتی سیستم عواطفش تحریک میشه، اصلا کلا این نحوه انجامش به چه صورته؟ تو نوک پستان اون ناحیه آلولا پر از خدمت شما از کنم سامانهای حسی هست. وقتی بچه خدمت شما از کنم که مکش انجام میده این ناحیه رو، ناحیه سنس میره به حسهای پاراونتریکولار، میگن ترشح چی انجام بدن؟ اکسیتوسین. و در نتیجه دیدی که میگن مثلا بچه‌ای که میگن بچه وقتی شیر نمیاد باید بچه رو مجبور کنه چیکار کنه؟ مک انجام بده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه حسای پاراونتریکولار مجبور کنه چی ترشح کنه؟ اکسیتوسین. درسته؟ میگن وقتی بچه گریه میکنه سیستم لیمبیک مادر تحریک میشه. هایپوتالاموس هم جزئی از اصلی سیستم لیمبیک. سیستم لیمبیک ترشح میشه، کدوم حسا تحریک میشه؟ پاراونتریکولار. چی ترشح میکنه؟ اکسیتوسین. و باعث ترشح شیر میشه.
خیلی جالبه، خیلی جالب هست. خب یه مقدار ببینیم تا حالا چه هستایی صحبت کردیم، برم در